میدونی چه آقای طاهری کماکان در زندان، زندان زیر فشاره، حتی تصمیم دارن رو اعدام بکنن. هوادارانش در ایران به مقابل زندان رفتن در حمایت پشتیبانی از او. یکی از شاگردانش امروز با ماست. بالاخره روی دگراندیش مذهبی است. حرف همه ما ایرانی ها اینه که آقا ایران ترکیب شد از هم به اقوام مختلف، هم گروه های فرهنگی متفاوت، هم کسانی که عقاید مذهبی متفاوت دارن. قشنگی ایران در همینه، یعنی موزاییکه، این زیبایی ایران در این موزاییک نگاه میکنه. یعنی بخشش در اینجا نشسته که اینا گروه هموطنان ما رو در ایران نمایندگی میکنن. وظیفه ما دفاع از دگراندیش مذهبی است. تا آزادی های مذهبی در یک مملکت برقرار نشه، بقیه آزادی ها به نظرم هیچ اهمیتی نداره. هیچ اهمیتی نداره. اول آزادی مذهبی. برمیگردیم. خب وفا و صفا رو ببینید. آنیتا خانم اینجا هستن. در دفاع یک دگراندیش مذهبی که در ایران در زندانه، الان روزهاست که در اعتصاب قضا به سر میبره. واقعا فوق‌العاده است. یعنی شاگردانه آدم با اینکه شخصیتی که در خارج از کشور هم هستن مزارک از یاد نمیبرن. دفاع از حقوق حقه استاد خودشونه. خوش آمدید آنیتا جان. خیلی ممنون از دعوتتون. ممنون. چه خبر؟ منو پذیرفتین. والا متاسفانه خبر خوبی ندارم. آقای طاهری از اربعین امسال اعتصاب قضای 12 خودشون رو شروع کردن در اعتراض به اینکه پروندهشون مختومه نشده و پرونده رو باز نگه داشتن و اتهامات جدیدی میخوان به پرونده اضافه بکنن و ایشون اعتراض داشتن که پرونده رو مختومه اعلام بکنن و ایشون رو به بند عمومی انتقال بدن، به علت اینکه 4 ایشون در زندان انفرادی به سر میبرن و به بند و جلوگیری میکنن از اینکه ایشون رو به بند عمومی انتقال بدن. در اعتصاب قضای 11 ایشون اعتصاب قضا رو با قولهایی که بهشون داده شد شکستن، چون وضعیت جسمیشون وخیم شده بود. قول دادن که خواسته ایشون رو محقق میکنن، اما دوباره محقق نشد و ایشون از اربعین شروع به اعتصاب قضا کردن، طوری که به علت اعتصاب قضاهای متمادی ایشون وضعیت جسمیشون، وضعیت گوارششون و وضعیت جسمیشون تحلیل رفته و در وضعیت مناسبی نیستن. البته همچنان در صحت و سلامت اراده و عقل هستن خوشبختانه، اما وضعیت جسمیشون واقعا برای ما نگران کننده است. با وکیلشون همچنان دیدار نتونستن بکنن و این واقعا وضعیت نگران کننده ای رو پیش روی ما گذاشته و حقوق اولیه یک زندانی عقیدتی داره زیر سوال میره و از بین رفته. ما شدیداً نگران هستیم. بچه‌ها در ایران در جلوی زندان اوین تجمع کردن، خانم نسرین ستوده حمایت کردن و البته این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی متفرق شد، اما تشکر میکنیم اینجا از خانم نسرین ستوده که با صلابت ایستادن و صدای هواداران آقای طاهری و خود آقای طاهری رو در واقع منعکس کردن. آفرین بر خود آنیتا، آفرین. آدم حظ میکنه واقعا این دختر خانم ها رو که میبینه. فکر کنید بیرون از مملکت مزارک یادش نرفته که از حقوق استاد خودش دفاع بکنه. هر بار هم تماس میگیره با من و یادآوری میکنه. امیدوارم که همه همینجور باشیم، همه ما ایرانی ها. دوستان عزیز سوالی پرسشی دارید از آنیتا خانم؟ من اساساً ازشون سوال میکنم که اگر که امکان داره اندیشه های آقای طاهری رو به صورت خیلی خلاصه و مفهوم برای مردم بیان بکنن که آشنا بشن که ایشان به موضوع هستی شناسی و عرفان چجوری نگاه میکنن و در واقع اتهام ایشون چیه. یعنی کسانی که با ایشان دعوای حقوقی دارند جرم ایشان چیه از دیدگاه؟
اتهامای آقای طاهری در واقع اتهاماییه که همشون اتهامای واهیه، هیچ کدومش ثابت نشده، دادگاهشون همیشه غیر علنی برگزار شده. مسئله اینجاست که آقای طاهری اندیشه‌هاشون بر مبنای عرفان، خودشناسی و هستی شناسیه و به حقیقت پشت پرده وجود پرداختن، نه یک تفکر مذهبیه، نه یک ضد مذهبیه، نه یک تفکر سیاسیه، نه یک تفکر در واقع چیزیه که با شریعت، با هیچ شریعت، هیچ مذهبی در واقع مخالفت داشته باشه و تقابل داشته باشه. مسئله اینجاست که در واقع بر اساس داشته های عرفانی خودمون در عرفان ایرانی، تعریف نو و تازه و کاربردی برای نسل جدیدی رو ارائه دادن. افرادی که دنبال خودشناسی هستند و اون رو میخوان از حقیقت هستی و با توجه به داشته‌های فرهنگی خودمون که برای ما زبان ملموسیه ادراک بکنن، این رو به یک زبان در واقع ساده تری بیان کردن، طوری که از استقبال زیادی برخوردار شد، جمعیت جوان و تحصیل کرده گرایش پیدا کردن و بهره بردن از آموزه‌های آقای طاهری و این مسئله شد که در واقع حکومت در مقابل این اندیشه و در مقابل ایشون ایستادگی کرد. مدارکی داله بر این که این روند در واقع تقابل در مقابل آقای طاهری از کجا شروع شد رو ما داریم، به نحوی که این دشمنی‌ها از کجا شروع شد. من از آقای میبودی خواهش میکنم که فرصت دیگه‌ای به من بدن که من در رابطه با مؤسسه بهداشت معنوی و گروهی که تشکیل شدن که در مقابل این تفکر بایستن و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این رابطه شد، من توضیحاتی ارائه بدم که ببینید این در واقع تقابل به چه نحوی سازماندهی شد، صرفاً جهت در واقع اینکه این جمعیت کنترل بشه و این محبوبیت کنترل بشه، وگرنه هیچ کدوم از اتهامایی که آقای طاهری بهشون منصوب کردن ثابت نشده و در تمام این 4 سال در صدد جذب شاکی خصوصی بودن که خیلی هم موفق نبودن و از این ور شما میبینید جمعیت هواداران در واقع چقدر بیشتر شدن و اعتراضشون در سراسر جهان منعکس شده. تشکر میکنم. یه سوال دارم. البته خب ایشون زبان گویا هستن، ولی به احتمال قوی گرفتار ایشون به خاطر گوشهای شنوایی است که در ایران هست. همینطور. و ما این ور دنیا هستیم سالهای زیاد، مخصوصا خودم من دارم میگم، من همیشه علاقه دارم میرم جوانهای ایران یه اطلاعاتی به ما بدین، جوانهای همسن شما، جوانتر، یه خوردی مسنتر، چجوری فکر میکنم. برای اینکه من فکر میکنم که این شاید ترس دولت و ترس حکومت از گوشهای شنواست نه زبان گویا. خب من البته نماینده خوبی برای جمعیت جوان نیستم، نمیتونم از جانب اونا صحبت بکنم، اما واقعیت اون چیزی که در فرهنگ ما از داشته های فرهنگی ما برمیاد، ما جمعیت یعنی نسل و یعنی ارث پدرانی که به ما رسیده، خب ارث گرانبهاییه و ما هم جمعیت در واقع معرفت جو و بصیرت جوی هستیم، کما اینکه ممکنه استفاده ابزاری از مذهب ما رو دوچار تضاد کرده باشه، اما همچنان گرایش به معرفت و گرایش به حقیقت با توجه به داشته های ما، با توجه به سرمایه فرهنگی و ملی که در اختیار ما هست، همواره در واقع ارثیه که به ما رسیده و ما فکر میکنم اون چه که برمیاد نسل جدید و نسل جوان ایران همچنان در پی این حقیقت طلبی و آرمانگرای معرفت طلبی هستند. خب و این باعث میشه که شما میبینید هرگز این جمعیت جوان در هیچ کدوم از عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری عقب نشستن و همچنان بالندگی رو ایجاد کردن و من فکر میکنم این به علت پیشینه فرهنگیه که ما داریم، کما اینکه در برهای تاریخی ممکنه مورد تهاجم قرار گرفته، اما اون خمیرمایه اصلی که به دستمون رسیده در واقع چیز نابی بوده. خدا رو شکر. فوق العاده متشکرم. خب تشکر می‌کنم آقای عزیز، خیلی ممنون، خیلی لطف کردی آمدی، بازم کاری هر وقت لازم بود. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار من قرار دادید. از همه خواهش میکنم که دعا کنن برای وضعیت آقای محمد علی طاهری. آقای میبودی، من فقط میخواستم یه نکته رو عرض بکنم. همونطوری که در جنبش 88
خون ندا آقا سلطان، سهراب عرابی و اینها در واقع صرفاً متعلق به اصلاح طلب ها نبود و امروز دیگه متعلق به تمام جمعیت ایرانی هست و تمام ارگان ها و نهادها و حزب ها. امروز آقای طاهری با حمایت خانم نصرالدین ستوده، آقای نوریزاد و بقیه جمعیت های زندانی های سیاسی عقیدتی، آقای بروجردی، امید کوکبی و بقیه، آقای طاهری هم دیگه متعلق به خانواده کوچک عرفان حلقه نیست و در واقع امروز شده آقای طاهری هم در واقع شده نماد یک جمعیتی که میخوان احقاق حق کنن و پشت سر زندانیهای سیاسی در واقع یک حرکتی ایجاد شده به نحوی که در واقع این احقاق حقوق زندانیهای سیاسی عقیدتی صورت بگیره و آقای طاهری هم متعلق به در واقع این خانواده حق طلب حقوق بشر در ایران هست و من خواهش میکنم از تمام کسانی که در واقع دلشون برای زندانیهای سیاسی عقیدتی میتپه آقای طاهری رو حمایت کنن و بقیه زندانیهای عقیدتی سیاسی رو که ما دیگه شاهد چنین ظلمی به این گروه از جامعه نباشیم که جرمی رو مرتکب نشدن اما فشار بر روی اونها و بر روی هوادارانشون روز به روز بیشتر میشه. عزیزم چه خوش شد. خیلی ممنونم ازتون. خیلی ممنونم از همه.